با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بیبانی هستم در این 29 روز چقدر سخت از اولین ماه در 14 سال از 3 هزاره. ایام به سرعت برق و باد می گذرد و ما هنوز اندر خم یک کوچه. جهان با سرعت اینترنت، با سرعت نور در حال تغییر و تحول است. ما همچنان در خم کوچه اولیم در ماجرای قانون. سؤال اول قانون، اینکه آیا قانون بر مملکت ما حاکم می شود؟ آیا می توانیم قانون رو بر مملکت خودمون حاکم بکنیم؟ صحبت های آقای اوباما رو حتما شنیدید، خواندید یا مستقیم گوش دادید. به هر تقدیر آقای اوباما با توپ قوی آمد توی بازی. من اصلا خودم میرم میزنم، اگه اینا گوش ندن خودم اول نفرم. و معتقدی که سیستمش کار کرده و به کانگرسمن هم میگوید که دست نگه دارید. این 1881 همچنان در کش و قوس هست و میگوید که اگر که شما این لایحه رو تصویب کنی، من از اختیارات ریاست جمهوری استفاده میکنم و این لایحه رو وتو میکنم. برای اینکه باید بذاریم و ببینیم که از این تاریخ چه میشود. والا در این لایحه هم که در پیش هست همچی چیز خاصی نیست، یعنی تیر و تفنگی در کار نیست، بلکه فشار و پرشر بیشتر است بر شریان‌های اقتصادی ایران. بخشای دوباره از مؤسسات خامنه‌ای و علل خصوص معادن و بنادر است، روی معادن و بنادر تمرکز زیادی کرده است. که گفتیم که داستان معدن هم در ایران که دنبال می‌کنید، که اون یکی که کشته شد، اون یکی که استعفا داد و امروز هم ممدلی نجفی استعفا داد. ممدلی خان امروز از این پست سازمان میراث فرهنگی استعفا داد. برای اینکه تا قانون حاکم نشود این وطن وطن نشود. قانون باید به دنبال ایجاد قانون باشی. قانونم ما 3 شکل بیشتر براش متصور نیستیم. اولا نسی قانون باید اجرا بشود. دوما نسی اگه قانون بد است باید تغییر بدی. قانون رو باید تغییر بدی. تلاش کنی قانون رو تغییر بدی. ما باید امروز تلاشمون بر این باشه که قانون رو تغییر بدیم. قانون در هر مملکتی ریشش در ام القوانینشه، در قانون اساسی شد. یه مؤسسه، یه شرکتی، یه بقالی، به قول خانم فرح یه جگرکی هم بالاخره یه اساسنامه داره و اون تو چارچوب اون بقیه رو رتق و فتح میکنه. آیین‌نامه می‌نویسه، تسهیل‌نامه می‌نویسه، هر چی که میکنه در چارچوب اون عم القوانینش و قانون اساسیش می‌نویسه. بنابراین شما برای نجات از این ماجرا برای قانون اساسی رو تغییر بدید. قانون اساسی تغییر دادن یعنی که این قانون رو منحل کنی، یعنی که به سمت انحلال جمهوری اسلامی به حرکت کنی. هیچ راه دیگری من براش متصور نیستم. این راه هم از طریق حخاب و تیمسار و اینا حل و فصل نمیشه. این فقط از طریق سازمان شما میتوانید این کار رو انجام بدید، از طریق ارتباط ارگانیک با داخل مملکت. اون توه سرباز اصلی، جبهه اصلی، نشنال فرانت ما، نمیدونم اون اونجاست، همه چی اونجاست. اون توه که حل و فصل میکنه مسائل رو. ولی ما نتوانستیم که چون که الاهم و فل اهم رو تشخیص ندادیم،
اولویت هامون رو نشناختیم. بعد اولویت هامون رو بشناسیم. تا اولویت هامون رو نشناسیم هیچ راه به جایی نمیبریم. اولویت اول ایجاد قانون است. گوش بدیم با هم دیگه که چرا نمیتوانیم. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در ایران میگوید بیش از 1 میلیون نفر از کارگران ساختمانی از دریافت سبدهای کلایی دولت محروم خواهند شد. خبرگزاری ایلنا از قول اکبر شوکت رئیس این کانون گزارش داده که دولت شرط دریافت این سبدها را اشتغال و احراز بودن آن توسط پوشش بیمه تأمین اجتماعی تعیین کرده. به گفته این فعال کارگری از مجموع 1,700,000 کارگر ساختمانی در ایران فقط 700,000 کارگر ساختمانی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی استفاده می کنند و به این ترتیب 1,000,000 کارگر ساختمانی از حمایت دولت و دریافت سبدهای کلایی محروم خواهند شد. آقای فریبرز رئیس دانا، شما اقتصاددان و فعال کارگری در ایران هستین. به نظر شما مشکل توزیع سبدهای کالایی به بیشتر از 1,000,000 کارگر ساختمانی در ایران تا چه اندازه یک مشکل مهم هست و این موضوع چه اهمیت و تأثیر در توزیع این سبدهای کالایی میتونه داشته باشه؟ ببینید، اولا بحث سبدهای کالایی هنوز قاطعیت خودشو پیدا نکرده. یعنی دولت سردرگمه، نمیدونه چیکار کنه، نه در سبدهای کالایی و نه در مورد یارانه ها و نه قیمت حامل های انرژی. حالا به هر جهت اگر سبدهای کالایی به شکل گذشته یا به شکل تازه تری مطرح باشه، 1,000,000 نفر محرومیت در بخش ساختمان رقم کمی نیست. 1,000,000 نفر کارگر محروم به منزله 4,000,000 نفر، 3.5 میلیون نفر انسان محرومه که باز به محرومیت های موجود اضافه میشه. و این بخشی از مسائل کارگریه، بخشی از، چون در بخش ساختمان برخلاف خیلی از بخش‌های دیگه آمار درستی موجود نیست. بعد کارگرای فقری زیادن، کارگرایی که از روستا میان کار میکنن برمیگردن و این 1,000,000 ممکنه خیلی بیشتر از اینها باشه. از همه مهمتر در بخش ساختمان ما کارگرهای افغانستانی داریم. این کارگرهای افغانستانی از محرومترین ساکنان ایران هستن. اونها کارگرن و ارزش ایجاد کردن و این ساختمان ها و برج های بلند رو ساختن و خودشون در محرومیت بسیار زیاد زندگی میکنن. اگر نگرش کارگری و انسانی است، اگر نگرش تنگ نظرانه ناسیونالیستی وجود ندارد، ما باید اون کارگران افغانستانی رو هم به اضافه کارگران فصلی که از روستاها و نقاط مختلف ایران به شهرهای بزرگ برای کار ساختمانی میان، همه رو با هم در نظر بگیریم. آیا شما فکر میکنین که مشروط کردن سبدهای کالایی به موضوع اشتغال و خدمات بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی یک اصل درست هست؟ نه، اصل درستی نیست که الان بر اساس اون ضابطه ها بخوان سبدهای کالایی یا مراقبت ها یا برخی از حمایت ها رو انجام بدن. اولا این حمایت ها همش رو هم که در نظر بگیریم خودش هم کمه. برای کارگرانی که اون سه شرط رو هم دارن، برای 70-80% از کارگران ساختمانی که اون سه شرط رو هم دارن زیر خط فقره. اما وضعیت برای کارگران افغانی بسیار بدتره، چون مرتب در معرض بیکاری هستند، انسجام شغلی ندارن، اون سه شرط رو ندارن، زیر چتر بیمه نیستن، خانواده هاشون پلوشون نیستن، اکثرن در استرابن. اما یکی از ارزش آفرین ترین بخش‌های کارگری در کشور ما هستند. اگر یه وقت گذرتون به تهران افتاد، به شمال شهر تهران، به منطقه الهیه اون طرفا برید، اون برج‌های بزرگ حیرت‌آور رو اونجا ببینید، وقت در کنار محله‌های فقیرنشین که در پایین شهر تهرانه و افغانی‌ها هم در اونجا ساکن هستند، در روستاهای بسیار دوردست تهران، اونا رو در کنار هم قرار بدید، می‌بینید که این فاجعه باره. این تفاوت اجتماعی فقط به لحاظ انسانی و به لحاظ اخلاقی نیست که خاری در چشم ما اقتصاددانانه، بلکه اساساً با این تفاوت هیچ کاری نمی‌شود کرد برای توسعه اقتصادی همگانی. خارج از بحث مشکل کارگران ساختمانی افغان در ایران، به نظر می‌رسد که کارگران ساختمانی ایرانی هم با مشکلات عمده در زمینه تأمین بیمه اجتماعی روبرو باشند. این مشکل بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در ایران از کجا ناشی می‌شود و از کجا اصولاً تأمین می‌شود؟ علتش این است که کارگران ساختمانی به صورت پراکنده کار می‌کنند. در کارگاه‌هایی که دائمی باشه و بتونه مأمور تأمین اجتماعی بره و اونها رو شناسایی کنه، ثبت نام کنه، کار نمی‌کنن. کارگاه‌های ساختمانی یه مدت برقرار میشن و برچیده میشن.
سرمایه گذاران در بخش ساختمان هم بسیار برای دور زدن قانون و انجام برخی از رفتارهای فسادآمیز آماده هستند. و از طرف دیگر کارگرای ساختمانی، در واقع تمام طبقه کارگری ایران و حتی بدتر از همه اونها، هیچ نوع تشکل و انسجام درونی ندارند. کارفرمایان بیرحمی هم هستند که اینها رو در کارگاه‌های کوچک ساختمانی، ساختمان‌سازی‌های 4 طبقه، 5 طبقه، این گوشه اون گوشه جرد می‌آورند و بعد هم به صورت روزمزد باهاشون کار میکنن، قرارداد دائمی ندارن. اینها وضع کارگران ساختمانی رو بسیار بدتر کرده. هنوز اون بیمه های کاملی که ما صحبتشو میکنیم، مثل بیمه بیکاری، بیمه کار افتادگی، بیمه بازنشستگی و مستمری بگیری، اینها هنوز اون چتر بیمه کامل نیست. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران گفته که برای رفع مشکل توزیع سبدهای کلایی و 1 میلیون کارگر ساختمانی، دولت باید بر اساس فهرست کارگران متقاضی سهام عدالت در وزارت کار عمل بکنه. آیا میشه بر این مبنا عمل کرد؟ نه نمیشه. حالا این به نظر فنی، این به نظرش رسیده، شاید یه گامی برداره، ولی نه، برای که سهام عدالت اصلا نصیب اون کارگرایی که ما داریم صحبتشونو میکنیم نمیشود. اونها هم از این سهام عدالت محرومن. به نظر من یه قانون اساسی دیگری لازم داریم، اونی که تمام کارگران به هر شکل ممکن در این کشور، هر قومیتی که دارن، باید فوراً به زیر چتر بیمه های اجتماعی اجباری قرار بگیرن و تا زمانی هم که بیکارن از مزیت‌های بیکاری استفاده بکنن، ثبت نام بشن و حالا اگر این کار رو یک شبه نمیتونن انجام بدن، اقلن در این مسیر باید قرار بگیریم و در چند مرحله به این امر برسیم که به خاطر کرامت و شؤون کارگر ایرانی که این همه ارزش ایجاد میکنه، همشون رو زیر چتر بیمه ببریم. آقای فریبرز، رئیس دانا، اقتصاددان و فعال کارگری در ایران، از توضیحات شما سپاسگزار هستم. پس باید یه قانون اساسی دیگه نوشته بشه. قانون اساسی دیگه نوشته بشه یعنی چی؟ این مفهومش چیه؟ چی میگه؟ به ذهن چی متبادر میشه؟ یعنی اینکه منحل بشود. این نظام جمهوری اسلامی باید منحل بشود. ولی نظام جمهوری اسلامی شرایطی رو، یعنی با امکاناتی که در اختیار داره، دائماً از ابتدایی که روی کار آمده همواره سعی کرده که جلوتر از اپوزیسیون خودش حرکت کنه. او میداند که بدون اپوزیسیون هیچ خطری براش وجود نخواهد داشت و حتی اپوزیسیون همسوی خودش رو هم تو شرایطی نمیپذیرد. ماجرای 88 نمونه این بود. موسوی و کروبی، اونا اپوزیسیون نظام که نبودن که، اونا خواهان تغییر در دولت بودن، خواهان تغییر در حکومت نبودن که، خواهان تغییر در قانون اساسی نبودن که. میگفت یه نکاتی در قانون اساسی هست، اینا ازش غافل شدیم، بعد برگردیم به اون نکات. اون نکات را هم بعد برگردیم به عصر آقای خمینی، تو دوره طلایی آقای خمینی دنبالش بید. نظام فاسد او میداند. به همین دلیل به محض اینکه احساس خطر کرد، نیروهای خودشو به خارج کشور گسیل داشت. امروز هم بحث بسن اینکه حالا دیگه میتونیم برگردیم. اون یکی میگه نه برگردی نمیدونم تو سازمان امنیت و اطلاعاتش بعد بری اونجا، پروندت اونجاست، دبیرخونهش اونجاست. وزارت خارجه میگه دبیرخونه رو گذاشتیم تو سازمان اطلاعات، وزارت اطلاعات، از اونجا باید پیدا بکنی. با این صدا میدارم شما رو آزار نده. بها ما هر جا که میریم با مسئله ساختمون یه جوری مثل این که عجین شدیم. نمیدونم این بلا که از سر ما به دور میشود، اینم خودش یک داستان غریبیست. به هر حال همه حرف و سخن بر سر این است که چگونه اون چه باید کردی رو که دیدم برنامه آقای میبودی درست کرده که چه باید کرد، خیلی آسونه چه باید کردش. یک اراده ملی لازمه. این اراده ملی هم خود به خود به وجود نمی آید.
از اراده شخصی ما به اراده ملی میرسیم، از اراده افراد ما به اراده جمع میرسیم. هرچقدر تعداد این افراد گسترده تر بشود، طبیعتا نیروش توفنده تر خواهد. خیلی آسونه. بس مثلا اینه که ما اونجایی که بایستی که تعریف برامون بشه، تعریف ها همه تعریف غلطه، مغلطه است، غلطه، توش غلط به ما تعریف میکنه، اشتباه ما رو تعریف میکنه. اشتباه ما در اونجاست، مشکل ما در اون تیکه است. نداریم، باید تلاش کنیم که این رو بسازیم. این تلاش رو هم باید دوباره، این تلاش هم به صورت جمعی باشد. یعنی فرض کنید که من سعید بهبهانی به عنوان فرد تصمیم میگیرم که یه کاری رو انجام بدم، یه رسانه ایجاد بکنم که این رسانه فارغ از تنگ نظری و تعصب به کلیه مسائل بپردازه. این دیگه از اینجا به بعد به عهده جمع است که چگونه به این رسانه استقبال کنه. اگر تو باورش کردی، بر وظیفه توست که این رو بر دیگری روشن کنی، روشنگری روشن کنیم، دیگری رو هم تعریف براش تعریف کنیم، روشنش کنیم، معرفی کنیم، تعریف، معرفی بگیم این فرهنگ، به قول آقای دکتر ودی، فرهنگ تضرر رو باید از خودمون دور بکنیم، فرهنگ انتظار رو باید از خودمون دور بکنیم. از شرط منتظر به منتظر برسیم. منتظر آن است که به سمت انتظار حرکت میکنه، منتظر آن است که نشسته است که انتظار به سویش بیاید. خب نمی آید. تک تک اینا تو هر مملکت دیگه اتفاق بیفته طوفان ایجاد میکنه. دونست دیدی یارو یه دست فروشی با شهرداری درگیر شد، به سر دیپلومم بود و خودشو آتیش زد، قیام شد. این رخوتی رو که آخوند همراه خودش اوورده و تعمیم داده است در کل جامعه، اینو باید از خودمون دور بکنیم. رخوت رو از خودمون دور بکنیم. برپا خیز، از جا کن. میونه آقای اوباما اینجور میگه، اسرائیلیا جور دیگه تعریف میکنن. اینکه بشینی بنویسی نمیدونم تیمسار نادر جهانبانی چه مردی بود، چه جوری بود که پسرش برگرده بگه آقا چرا اینقدر دروغ میگی؟ کی بابای من این کارا رو میکرد؟ بابای من آدمی بود که اهل قانون بود، خلاف قانون نمیکرد. یعنی چی تیاره وداش رفت زیر پل عواد؟ این حرفا چیه میزنی؟ به قانون باور داشت بابای من. این همون ماجرای امام حسینیه. صحرای کربلا، همچون لبات آدم خیال میکنه که تو آریزونایی یا ددولی هستی تو نوادا، در ری مرگ. چیزی نیستش. میگه رفت پشت چادرا دست کرد آب برداره، ولی اون برای تو یه ایماج، یه تصویری به شما میده، یه ایمیجی به شما میده که شما خیال میکنی وسط یه صحرای فلانی. او این کارو سالها کرده، یا ما رو شرطی کرده نسبت به ماجرا. باید از این شرایط بیرون بیای. دنبال امام حسین و نمیدونم اینا نباید حرکت کنی، دنبال رستم نباید بری. رستمی در کار نی، من و توی، من و تو رستمی؟ رستمی میشناسی؟ من که نمیشناسم. شما میشناسی رستمو؟ حتی دیدی تو عمره رستم؟ دیدی تو عمره رستمی در کار نیست. یه شرط بیداری دارد. عرفا بهش میگن یقظه. تو صوفی ایرانی بهش میگه یقظه. اون شرط رو لازم داری، بیدار شی.
حرکت کنیم، باید جدی بگیریم داستان رو. ما متعهدیم، ما مسئولیم. به جای اینکه بشینیم بگیم تقصیر بابامون بود، نمیدونم رفت اونجوری کرد، تقصیر دمم اون بود، کمکمون نمیکنه. رضا شاه خیلی مرد خوبی بود، کمکمون نمیکنه. مرده رفته، تموم شده، تاریخ اون. محمد رضا شاه چه آدم شریفی بود، کمکم نمیکنه. چه آدم ملعونی بود، بازم کمکم نمیکنه. تاریخه. قضاوت تاریخ رو میطلبه. امروز تو شرط امروز چه تکلیفی داریم؟ تکلیف ما چیه؟ تکلیف من و تو چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ و حمایت کنی، باید اینو حمایتش کنی، باید این حرفایی که این رئیس دانا میزنه و ببینی چی میگه. یعنی چی کارگرا؟ یعنی چی از سبد کالا محرومه؟ چرا باید کارگرا محروم باشه؟ بعد او اضافه میکنه، میگه تازه بر اساس اینی که میگه این نی، کارگر فصلی داری، کارگر غیر ایرانی داری، اونا چی؟ اون وره مملکت رو نگاه میکنی، در کردستان نگاه میکنی. یک مافیای بزرگ، این داستان 45 کیلو هروئین، یا آدمای رفتن تو تهران نشستن فکر کردن 45 کیلو هروئین اینجوری لوله کنیم، تو فرش کنیم، اینجوری کنیم، بفرستیم اینجا. امکان نداره هم چیزی، امکان عقلی نداره. دست که دستگاه دولت توشه. این نظام فاسد برای پول تن به هر کاری میکنه. رئیس جمهورت برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری پسرشو کشته. محسن رضایی پسرشو کشته. دیگه از فرزند دلوند نزدیکتر میخواد؟ تو راجع به آب و خاک میخوای به من بگی؟ تعاریفمون اشتباهه، تعاریف ما غلطه. نمیشود بر اساس تعریف غلط شما به نتیجه مطلوب هرگز نمیرسی. به ایمیلی گرفتم از یه بانوی، نوشته است میهن بان عزیز، آقای سعید بهبانی، با تشکر از زحمات دائم و دل مشغولیتان برای کشور عزیزمان ایران، لازم دانستم نکته ای را که به نظرم رسید با شما در میان بگذارم، که البته قبول یا رد آن مربوط می شود به خود شما. از آنجایی که هر کدام از ما در زمینه های مختلف نقاط ضعف و قدرتی متفاوت از هم داریم و به دلیل همین مشخصات منحصر به فرد است که شخصیت و هویت رفتاری و گفتاری ما فرم گرفته، جان میگیرد و تأثیر گذار میشود، پیشنهاد من این است که شما سعی بفرمایید آنچه را که به قول معروف مهر و محک شخصی و کاری شماست در برنامه‌تان حفظ کرده و به آن تداوم ببخشید، همان سبکی که از شما سعید بهبهانی را ساخت و به دنیای اطرافتان شناسان. به گمان من خواندن مطلب به زبان انگلیسی و ترجمه آن در جلوی دوربین چیزی نیست که حداقل ما 500 نفر از لایک زنان برنامه‌تان را ملزم به گوش کردن کرده باشد. سبک سعید بهبهانی و محتوای گفتاری و پیش بینی بینش سیاسی، اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی او بوده، وگرنه به نظر من آن کسی انگلیسی نمیداند حوصله‌اش از این اتلاف وقت سر می‌رود. آن کس هم که انگلیسی میداند مطمئناً میداند که در کجا به دنبال متن این اصلی بگردد و با سواد خودش در کنج خلوت خودش در ساعتی که مناسب حالش است بنشیند و مطالعه کند. با ادامه این کار خود و تماشاچیانتان را بیشتر محدود و استرلیزه نگاه خواهید داشت. انواع ضرب المثل ها،
خاطرات دور و نزدیک، لطیفه ها و غیره که خود به خود هویت برخورد و گفتاری شما را با موضوع تشکیل میدهند، از برنامه هایتان رخت برخواهد بست و شما و برنامه هاتان را تبدیل به چیزی خواهد کرد که قرار نبوده که باشد. در نتیجه بینندگانتان نیز آنانی نخواهند بود که برای پیدا کردنشان سالها زحمت کشیده. گاهی با موفقیت بیشتر کمتر میبایست محتوا و سبک را دستکاری کرد، برخلاف دنیای مارکتینگ و سازمانهای انتفاعی، چرا که موجودیت آنها بر پایه تغییر و تنوع تضمین میشود. پایداری شما بر اصول سادگی، خلوص، حقانیت و مهمتر از همه فارسی شیرین و وطنی است. خوشحال میشم اگر مرا از اشتباه در بیارید. ما هم به ایشون جواب دادیم که با سپاس از مهر تو نازنین به میهن، حتما همینطور است که شما میگوید، اما در گاهی موارد به علت اینکه مأخذ به زبان انگلیسی است، چاره کار را شما چگونه تعیین میکنید؟ الان مثلا همین الان یه متنی رو پیدا کردم که عزیزی برام فرستاد که این معاون آقای نتانیاهو است. و این متن به زبان انگلیسیه، من همین الان گرفتم. شما اگر دقت کرده باشید میبینید که مطالبی که ما اینجا بیان میکنیم، اینا مدت طول میکشه تا شما تو سایت های دیگه میبینید. دیروز آقای ساسان نمونه بسیار خوبی رو اشاره کرد راجب مسئله ترکیه. ما سوال گذشته راجب این ترکیه و این حزمت و امین آقای گولان و اینا حرف زدیم، کسی حرف نمیزد اون موقع. حجتیه رو من او سال 2001 رازه حجتیه حرف زده، مثلا قبول نمی کردن محققین مفسرینی که ایران رو دنبال میکنن، هر روز تو وایس آف امریکا بودن. او نه، اینا مال گذشته تغییر کرد. من آقاش تغییر نکرده، همونه، برگشته، لباس شو عوض کرده، از این در اومده تو، همونه. چاره کار چیست؟ ایشون می نیست. به نظر من مأخذ و سرچشمه خبر را می توان در ساعت دیگری خوان، برای خود تحلیل کرد و از آن برداشت نمود و به قول انگلیسی زبان ها جست آن را گرفت، سپس بر اساس آن خبر یا دانش به زبان خودی آن را گزارش داد. وای بسا برای شیر فهم شدن امثال من با حاشیه ها، گوشه و کنایه های ادبیات فارسی و نقل قول هایی که مصداق پیدا می کنند و مربوط به موضوعات هستند، برنامه و سخن را مزین نمود. شاید باور نکنید که خیلی از ماها به دلیل نداشتن تماس با جامعه ایرانی یا همزبان فارسی، خیلی از گفتگوها و محاورهای روزمره و کوچه بازار را از دست دادیم و تنها لازم است کار را از زبان کسی بشنویم تا یک بار آسمان بالای سرمان باز شد و بارانی از خاطرات شروع به باریدن نماید. و این اتفاقی است که بارها برای شخص من در حین گوش کردن به برنامه‌هایتان پیش آمده و با ذوقی زاید الوزن سعی کردم آن را نیز برای بچه‌های خودم تعریف و به آنها منتقل کنم. البته در جهنم لس آنجلس این نکات شاید مفهومی نداشته باشد، ولی برای کسانی که با رادیو و تلویزیون‌های ماهواره‌ای در طول این 30 سال خود را متعالی نکردند و تعمیرکار ماشین و بنگاه معاملات ملکی و جیگرکی سر محل ایرانی زبان نیز نداشتن، کمبود این ثروت زبان مادری به مراتب حس می شود. و نسل شما که عامل این گنجینه هستید، اگر به درستی و وفور آن را پخشش نفرمایید، حدس بزنید که نسل بعد از ما که در بیرون بزرگ شده و درس خونده، یا نسل دانشگاه آزاد رفته فیسبوک نویس و تکس فرستنده و انجزه فریاد زده در درون ایران، از چه ثروت سینه به سینه پاس داده شده فرهنگی محروم و معذور خواهد شد. در خاطر موزیک آرم برنامه میهن را که چند باری شنیدم به گوشم غریب و التهاب‌آور رسید. اگر تجدید نظری در آن شود، شاید ما را به میهن نزدیکتر نگاه دارد. شنیدن یک فلوت یا سنتور شاد و مقبول ایرانی در شروع برنامه از میهن به نظر من شنونده هنجارتر و گوشنوا به نظر من شنونده هنجارتر و گوشنوازتر است. تماما از دل است، نه بهانه‌ای برای انتقاد. سلامت و موفق باشید. ممنونم از همه مهر و محبت شما بزرگوار، ولی بازم نمیدانم، حق به جانب شماست. میدونم که همیشه حق به مشتری است، اینو میدونم. هرچی شما میگی درسته،
هر چی ما میکنیم غلط، اینو بهش باور دارم، 100% هم بهش باور دارم. به این از این نیم ساعت اول برنامه. اما آقای مهدی کشاورز با آقای مصطفی دانش که حتما با نام و چهرهش توی بعضی تلویزیون آشنا هستی یک مصاحبه کرده. آقای مصطفی دانش در حقیقت خبرنگاریه که یا ژورنالیستی است که با افغانستان و عراق و این مناطق آشناست. مهدی کشاورز میگوید در ابتدا میخواهم بار دیگر به خاطر وقتی که من دادی تا با طرح برخی سوالات در مورد مسائل روز در منطقه بحرانی خاورمیانه که شما در آنجا شخصا حضور داشته و از نزدیک شاهد این تغییر و تحولات بود و هستی تشکر کنم. به عنوان نخستین پرسش بفرمایید در خاورمیانه واقعا چه خبر است؟ مصطفی دانش میگه که قبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم اجازه دهید نقل قولی از شخصیتی که امروز فراموش شده است بکنم که بسیار بسیار آموزنده است. این شخصیت در سال 1979 در جنگ سردی که بین شوروی و آمریکا وجود داشت بر دوش جنرال های شوروی در کشور افغانستان به قدرت رسید، ولی در سال 1986 در یک توطئه حزبی یعنی داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان او را بدون تشکیل کنگره حزبی سرنگون کرد و به شوروی تبعید نمود. رئیس جمهوری که من در طول ریاست جمهوریش یعنی از اواخر 1979 تا اواسط 1986 بیش از 10 بار در دفتر کارش در کاخ گلخانه ارک ملاقات نموده و با اون مصاحبه کرده بودم، بعدها در تبعید از نظر رهبران شوروی یک ورقه سوخته‌ای بیش نبود. او تحمل این شرایط خاری در شوروی را نکرد و در سال 1991 سال قبل از سقوط حزب وطن یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان به رهبری نجیب الله به افغانستان بازگشت و در آپارتمانی محقر در کابل منطقه مکرویان کهنه سکنا گزید. در اواخر سال 91 برای مصاحبه از طرف مجله اشپیگل آلمان یک بار دیگر در کابل به سراغش رفتم. در مدت کمتر از چند سال او را به قدری فرتوت و شکسته دیدم که برایم حیرت آور بود. دیگر از آن جاه و جلال سابق از جنرال های شوروی که جلوی درب دفترش در کاخ گلخانه او را محافظت میکردن اثری نبود. بیاد دارم هر باری که برای مصاحبه و ملاقاتش به کاخ گلخانه ارک میرفتم از دروازه کاخ تا درب کاخ گلخانه یعنی دفتر ریاست جمهوری در دو طرف خیابان سربازان و افسران شوروی کشیک میدادن و این مرد قدرتمند را محافظت میکردن. ولی اکنون در سال 1991 او را به عنوان یک شخص بسیار عادی حتی بدون هر گونه محافظی یافتم. آن روز او من را به عنوان گزارشگر و دوست وفادار که حتی بعد از سقوطش به سراغش رفته یاد کرد. بیاد دارم در طول صحبتهای چند ساعته ایمان ببرک کارمل اجازه نداد ضبط صوتم را روشن کنم. او بزرگترین انتقادها را از حامیان سابق خود یعنی رهبران شوروی و کشور شوروی انجام داد و جمله ای را بر زبان آورد که باعث حیرت من شد. او گفت بزرگترین درسی که در عمرم گرفتم این بود که هیچ وقت کشوری نمیتواند به اتکای نیروهای خارجی به آزادی و استقلال و پیشرفت دست یابد. باید به اراده مردم احترام گذاشت و از استقلال کشور دفاع کرد. هر ملتی باید روی پای خود بایستد. در آخر صحبتهایش از من خواست گفته هایش را نه به صورت مصاحبه بلکه به عنوان تفسیر خودم یعنی روزنامه‌نگار آلمانی در مجله اشپیگل منتشر کنم. من نمیتوانستم چنین عملی را انجام دهم و از او خواستم که با روشن کردن ضبط صوت خلاصه صحبت ها را یک بار دیگر به شیوه مصاحبه انجام دهیم. او پذیرفت، ولی دیگر در طول مصاحبه از آن انتقادات شدید بر علیه شوروی و جملات حیرت آورش خبری نبود. آخرین بار ببرک کارمل را در سال 1993 در شمال افغانستان در شهر حیرتان شهر مرزی افغانستان و ازبکستان ملاقات کردم. بیاد دارم که از ازبکستان از طریق پل دوستی افغانستان شوروی بر روی رودخانه آمودریا وارد شهر حیرتان شدم.
وقت ورودم را طوری انتخاب کردم که صبح زود باشد تا مقامات دولتی و نظامی که هنوز در خواب بودن اطلاع حاصل نکنند که من به سراغ رئیس جمهور سابق افغانستان که از خطر مجاهدین مسلط بر کابل به شمال افغانستان متواری شده بود میروم. ببرکامه با آنجا پناه برده بود تا بتواند ویزای روسیه را بگیرد و به خانوادهش در مسکو ملحق شود. روسیه تا سال 1995 به او اجازه حتی ورود به آن کشور را نمیداد. کارمل از دست مجاهدین به سلامت جان به در بود، اما او از نظر سیاسی در واقع مرده بود. مردی که در سال 1993 در خانه محقری در مرز افغانستان ازبکستان روبروی من نشسته بود، واداده بود و در آغوش سرد بیماری سرطان آرام گرفته بود و از دیدار غیر مترقبه من به قدری خوشحال شد که گویا دیگر کسی به سراغش نمی رفت. پس از گفتگوی طولانی که او را بی اندازه خسته کرده بود، هر دو می دانستیم که دیگر هم دیگر را نخواهیم. موقع خداحافظی بربک کارمل با من را یک بار دیگر در آغوش کشید و با صدای شکسته آخرین وصیت سیاسی خود را بدرقه راهم کرد و گفت: اکنون می توانی این مطلب را از زبان ببرک کارمل بازگو کنی. بزرگترین درسی که در عمرم گرفتن این بود: هیچ کشوری نمی تواند به اتکای نیروهای خارجی به آزادی و استقلال و پیشرفت دست یابد. باید به اراده مردم احترام گذاشت و از استقلال کشور دفاع کرد. هر ملتی باید روی پای خود بایستد. این کلام آخر حاصل عمر رهبری بود که بر شانه ارتش شوروی به قدرت رسیده بود. بعد مهدی کشاورز میگه که آقای دانش، این گفته ای درستی است، اما این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این رهبران بعد از اینکه قدرت سیاسی را از دست میدهند به این نتیجه‌گیری درست میرسند. این رهبران از سرنوشت آنان که قبلاً همین راه را پیموده بودن پند و عبرت نمیگیرند. اگر خاطرتان باشد قبل از او شاه ایران هم بعد از سقوط رژیم پادشاهی گفته های مشابهی را بر زبان آورد. دکتر دانش میگه درست است. قصد من هم از طرح این موضوع هشدار به آن بخش از ایرانیانی است که از سر استیصال و سرخوردگی و توهم خواهان دخالت نظامی بیگانگان از جمله آمریکا، ناتو یا اسرائیل در ایران هستند. مهدی کشاورز میگه منظورتون مجاهدینه؟ مصطفی دانش میگه من تمام افراد و گروه هاییست که تصور میکنن برای غلبه بر ارتجاع داخلی میتوانند با تکیه بر بیگانگان به استقلال و آزادی و پیشرفت در کشور رسید. در این زمینه اگر لازم باشد در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. حتما این کار خواهیم کرد. های دانش، آنچه که امروز اهمیت بیشتری دارد تغییر و تحولات سریع و عمیقی است که در منطقه خاورمیانه صورت گرفته و همکنون نیز ادامه دارد. شما که سفرهای زیادی به افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی، عراق، ایران، لیبی، لبنان، سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه داشتید، این تغییر و تحولات را روزانه رصد می‌کنید. اوضاع منطقه را چگونه می‌بینید؟ ارزیابی شما از این تغییر و تحولات چیست؟ میگه اگه چه سوال شما بسیار کلیست و پرداختن به آن زمان زیادی خواهد بود، اما چنانچه شما حوصله شنیدن آن را داشته باشید، من سعی خواهم کرد از دید خود تصویری از این رویدادها برای شما ترسیم کنم تا درکی روشنتر و عمیق‌تر از این رویدادها به دست آورید. همونطوری که میدانیم من به عنوان خبرنگار جنگی ده‌ها بار به افغانستان سفر کرده و در طول جنگ‌های آمریکا در عراق در سال 91 تا 2006 سفرهای متعددی هم با آن کشور داشتم و شاهد دخالت نظامی آمریکا و همپیمانان آن در عراق بودم. در طول جنگ سر چندین سفر به لیبی داشته و بارها با سرهنگ قذافی ملاقات و مصاحبه داشتم. امروز ما نتیجه دخالت ناتو در این کشورها را مشاهده می‌کنیم. به سوریه نیز چندین بار سفر داشته و با رهبران سوریه مصاحبه کردم. امروز میبینیم که سوریه در سرازیری سقوط و نابودی قرار گرفته. متاسفانه نه تنها نقش بشار اسد در تحولات سوریه تعیین کننده است، بلکه دخالت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی را در کنار بشار اسد و عربستان سعودی در حمایت از سلفی‌ها، وهابیون، نیروهای بسیار رادیکال اسلامی و حتی بخشی از القاعده در داخل سوریه، دخالت‌های آمریکا و ناتو باعث تشدید جنگ داخلی و نابودی ملتی شده که تا به حال بیش از 120 هزار کشته و در حدود 9.5 میلیون
یعنی نیمی از جمعیت این کشور آواره گشتند. کشوری که از لحاظ تأمین مردم و زیبایی یکی از پیشرفته ترین و زیباترین کشورهای عرب بود و امروز در این کشور سنگ روی سنگ بند نیست. ولی آقای کشاورز، آقای دانش، همونطور که اطلاع داری اتفاقاتی که امروز در عراق و سوریه رخ میدهند، آمریکا و ناتو در این کشورها نقش نظامی ندارن. آمریکا در سال 2011 از عراق خارج شد، ولی هنوز در عراق ثبات وجود نداره و هر روز جنگ جدیدی اتفاق میفته. تا جایی که سال گذشته طبق گزارش سازمان ملل متحد تقریبا 8000 نفر از مردم عراق و 1050 نفر از نیروهای امنیتی و پلیس عراق کشته شدند. مصطفی دانش میگه ببینید، تجربه من به عنوان یک خبرنگار همیشه این بوده و هست، در کشورهایی که نیروهای خارجی دخالت میکنن، نه تنها آنها نمیتوانن باعث آرامش و ثبات سیاسی در آن کشور شوند، بلکه دخالت آنها باعث هرج و مرج بیشتر و خلأ سیاسی در آن کشورها میشه و حتی بعد از خروج آنها میتواند عواقب وحشتناکی هم به وجود آورد، مانند خروج نیروهای آمریکایی از عراق. گفته ببرک کارمل را از یاد نبریم. دخالت نظامی شوروی در افغانستان باعث دخالت پاکستان و غرب و جنگ داخلی و سرانجام حکومت مجاهدین در سال 92 شد که در تداوم آن جنگ بین گروه‌های مجاهدین بستر قدرت در گرفت و در نهایت باعث به قدرت رسیدن طالبان در سال 96 شد. این جنگ داخلی باعث کشته شدن صدها هزار افغان و تکه تکه شدن کشور افغانستان شد. در جنگ سومالی نیز که من دو بار با آن کشور سفر کرد و خاطرات زیادی هم از آنجا دارم، و از به همین صورت پیش رفت. در سال 91 حکومت زیادباره توسط جنگ سالاران مختلف سقوط کرد و آنگاه بستر کسب قدرت سیاسی توسط جنگ سالاران کشور در جنگ داخلی مهیبی فرو رفت. در همون سالها آمریکا با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل وارد سومالی می شود و در جنگ های داخلی آن کشور به جای اینکه حالت بیطرفی خود را در بین جنگ سالاران و گروه ها حفظ کند، به طرفداری بخشی از آنها بر علیه دیگر بخش ها وارد برخورد های نظامی می شود. در سال 93 در جنگ آمریکا بر علیه یکی از این جنگ سالاران فردی به نام فرح آیدید 18 سرباز آمریکا را به قتل می رساند و اجساد بعضی از آنها توسط اوباشان در خیابان‌های موگادیشو بر روی زمین کشیده می‌شود. در نتیجه آمریکا بدون اینکه بتواند خلأ سیاسی را پر کند و ثبات سیاسی به وجود آورد، ارتش خود را از سومالی بیرون می‌کشد. نتیجه اینکه تا به امروز هرج و مرج در داخل این کشور حکمفرماست و نه تنها این، بلکه با یک نیروی قوی از القاعده به نام لشکر الشباب روبرو هستیم که بخشی از کشور را در اختیار دارد و در همسایگی سومالی در کشور کنیا فاجعه می‌آفریند. نگاهی به وضع امروز افغانستان کنیم. نیروهای ناتو و آمریکا نه تنها قادر نشدند از لحاظ نظامی بر طالبان در افغانستان پیروز شوند، بلکه امروز طالبان در حال پیشروی هستند تا جایی که دولت آقای کرزای با آنها مذاکره می‌کند و خواهان ائتلاف دولتی با آنهاست. آمریکا و کاخ سفید نیز در خفا با آنها در کشورهای مختلف از جمله در دوحه قطر و در برلین آلمان به پای میز مذاکره می نشینه. بعد از اینکه آمریکا در 13 سال گذشته مبلغی در حدود 1000 میلیارد دلار، یعنی مبلغی بیش از 250 سال بودجه دولتی افغانستان را خرج جنگ کرده و در حدود 2800 سرباز کشته داد و بیش از 200 میلیارد دلار خرج بازسازی افغانستان کرده، امروز مجبور شده طالبان را از لحاظ سیاسی به رسمیت بشناسد و با آنها مذاکره کند. فراموش نکنیم که آمریکا جنگ را به خاطر سقوط دولت طالبان در 17 اکتبر 2001 در افغانستان شروع کرد. آمریکا توانست حکومت طالبان را ساقط کند و حکومت دست نشانده خود حامد کرزای را به وجود آورد. باید بگوییم هیچ زمانی کرزای از طرف مردم افغانستان به رسمیت شناخته نشد و او کمتر جرأت کرده که از شهر کابل به استانهای افغانستان مسافرت کند. اغلب هم در کاخ ارگ همانند یک زندانی در حفاظت نیروهای آمریکایی نه افغانی قرار داشت و قرار دارد. همان توصیفی که من قبلا از مشاهدات خودم در کاخ گلخانه ارگ در زمان ببرک کارمل نمودم، امروز در مورد حامد کرزای هم صدق میکنم. فقط جای سرباز محافظ شوروی را امروز آمریکایی ها گرفتند. آقای بوش، یعنی بوش پسر،
رئیس جمهور آمریکا در حمله به افغانستان چنین ادعا میکرد که آزادی و دموکراسی را به افغانستان به ارمغان خواهد آورد و این آزادی و دموکراسی در افغانستان مانند سنگهای دامینو تمام منطقه و همچنین خاورمیانه را در بر خواهند گرفت. البته باید گفت که به نظر میرسد آقای بوش و حتی متخصصین سیا از یک جامعه قبیله‌ای در افغانستان اطلاعی نداشتند و به کشوری وارد شدند که قوانین و سنت‌های قبیله‌ایان اجازه نمی‌داد که به سادگی از افغانستان یک جامعه پیشرفته و دموکرات با حقوق مساوی زن و مرد به وجود آید، آنطوری که به دستور آمریکا در قانون اساسی افغانستان بیهوده چنین نوشته. در کنفرانس بن دو در آلمان در سال 2002 هنگامی که کارزای داد سخن داد و در حضور عده‌ای از رؤسای جمهوری کشورهای غربی آقای اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و نیز وزیران خارجه و دفاع آلمان ادعا می‌کرد که در افغانستان دموکراسی و آزادی و تساوی حقوق زن و مرد و ثبات سیاسی و پیروزی بر طالبان را می‌کرد، من در آنجا حضور داشتم و به عنوان روزنامه نگاری که بارها به افغانستان سفر کرده اشاره کردم که در یک جامعه قبیله‌ای که رهبران قبایل در مناطق مختلف تسلط دارند، امکان ساختن یک جامعه مدرن و دموکراتیک وجود ندارد. مضافاً این که اشاره به کابینه کرزای کردم که در آن اکثریت جنگ سالاران و قاچاقچیان تریاد به عنوان وزیر فعال بودند. وزرایی که من شخصا به خوبی میشناختم و میدانستم کدام یک از آنها در چه منطقه ای از افغانستان مزارع خشخاش دارند. هشدار ما به غربی ها این بود که شما وارد منجلابی خواهید شد که به راحتی از آن نجات پیدا نمی کنید. در آن روز من مورد تمسخر بیش از 600 خبرنگار جهانی در سالن قرار گرفتم. در آن زمان کرزای قهرمان آمریکا معرفی شده بود. آمریکا به قدری به قدرت نظامی خود مغرور بود که فکر میکرد میتواند افغانستان را جمع و جور کند. در آن مقطع هر گونه انتقادی مورد تمسخر قرار میگرفت. اما 7 سال بعد در سال 2009 خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آن زمان آمریکا در کنفرانس لاهه در هلند در مورد افغانستان مطلبی رو گفت که تاییدی بر نظرات من در سال 2002 بود. خانم کلینتون گفت که کرزای بخشی از مشکلات غرب در افغانستان است و امروز بزرگترین مشکل آمریکا در افغانستان رئیس جمهوری است که خود آمریکا او را به مسند قدرت نشانده است. در لبنان نیز اگر خاطرتان باشد در سال 1983 با حمله انفجاری حزب الله به پایگاه‌های آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها در بیروت بیش از 300 سرباز آمریکایی و فرانسوی به قتل رسیدند. رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا نیروهای خود را از لبنان خارج کرد و این هم باعث تقویت حزب الله و نفوذ جمهوری اسلامی ایران به رهبری خمینی شد که پدیده حزب الله را در لبنان به وجود آورد. این مشکل تا به امروز نیز ادامه دارد. به نظر ما آمریکا دو اشتباه اساسی بعد از ورود خود به افغانستان در برخورد با حکومت طالبان نمود. آمریکا باید می‌دانست که طالبان یک پدیده پاکستانی هستند. دولت و ارتش پاکستان و سازمان اطلاعاتی آن کشور یعنی ISI این پدیده را به وجود آورده بود تا بتوانند بر علیه گروه‌های مجاهدین در داخل افغانستان که باعث جنگ داخلی و هرج و مرج شده بودند مبارزه کنند. در رهبری سیاسی و نظامی طالبان سیاستمداران پاکستانی مانند نصرالله بایر وزیر داخله در زمان بی‌نظیر بوتو و ژنرال حمید گل رئیس سابق ISI و افسران ارتش پاکستان قرار داشتند. بین سالهای 1996 تا 1998 به عنوان گزارشگر بیش از 15 بار به شمال افغانستان مزار شریف و از مزار شریف چندی بار مخفیانه به کابل منطقه حکومت طالبان سفر کردم. بیش از 5 بار شاهد ملاقات نصرالله بایر وزیر داخله بی‌نظیر بوتو یا همون که بهش میگن پدر طالبان با ژنرال 4 ستاره افغانی عبدالرشید دوستم حاکم آن زمان شمال افغانستان بودم. نصرالله بایر به نمایندگی از جانب دولت طالبان در شمال افغانستان می آمد تا با ژنرال دوستم که مخالف اصلی طالبان بود مذاکره کند. هنوز خوب به خاطر دارم که نصرالله بایر یک بار دست وزیر امور خارجه طالبان را مانند شاگرد مکتبی ها در دست گرفته و او را برای مذاکره پیش ژنرال دوستم آورده بود. بنابراین پاکستانی ها این پدیده طالبان را از نظر سیاسی و نظامی
به خاطر منافع پاکستان در افغانستان رهبری میکردن. این منافع نه تنها در مبارزه با نفوذ هندوستان در افغانستان میتوانست تأمین شود، بلکه در آن زمان شرکت عظیم نفتی یونیکال آمریکا در نظر داشت که از طریق شبکه لوله های گاز، گاز ترکمنستان را از شمال غرب و غرب افغانستان به پاکستان منتقل نماید. تا زمانی که جنگ داخلی بین مجاهدین ادامه داشت و کشور افغانستان عملا بین مجاهدین تک تک شده بود، عملیات کشیدن لوله های گاز امکان پذیر نبود. به همین جهت میبایست گروه جدیدی وارد عرصه نظامی و سیاسی افغانستان شود که بر مجاهدین غلبه کرده حکومت را به دست بگیرد. جالب است که بدانید اولین بار طالبان در اکتبر 1994 از پاکستان وارد جنوب افغانستان یعنی قندهار شدند و این شهر را به تصرف خود درآوردند. در رأس لشکر آنها افسران پاکستانی بودند و با این حیله که می‌خواهند کاروان ترانسپورت پاکستانی را از طریق افغانستان تا ترکمنستان اسکورت کنند وارد قندهار شدند. از مرز پیشاور دیگه، از اونجا که همون یه راه هم بیشتر نداره و بیای از طریق پیشاور تو کوه بری، اونا هم همیشه سر کوه ها نشستن. در سال 1996 آنها کابل را هم تصرف کردن و حکومتشان را در کابل برقرار کردن. در همین سال هاست که حتی کاخ سفید خانه به رسمیت شناختن طالبان است. وزیر امور خارجه آن زمان وارن کریستوفر در نظر داشت سفری به کابل کنه با حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، ولی این سفر به دلایلی اتفاق نیفتاد. آمریکا برخلاف میل شهید پاکستان طالبان را به رسمیت نشناخت، ولی نمایندگان طالبان با آمریکا سفر می‌کردند و در این سفرها که بیشتر به خاطر ساخت پروژه گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان بود، با سیاستمداران آمریکایی مذاکره می‌کردند. آقای زلمای خلیزاد، عجب شخصیتی بود این یارو. یادم خوبی آقای خلیزای تو همون سال 2001 ژانویه 2001 بود دیگه، اومد که توی اون تلویزیون رنگارنگ که برنامه داره به تلویزیون آریا افغانستان که الان اون تلویزیون فکرم هست، مال آقای مسکینیار بود نبیل جان، بعد گفتیم آقا یه چارپن بزنیم بغل ما دم در میشینیم، اگه میشه ما هم بیایم دو سوال ازش بکنیم. و ازش پرسیدمش، گفتن شما دارین دروغ میگین. خیلی برای من جالب، این آقای خلیزای خانومی داشت، خانم آمریکایی، یه خانم پیرزنی بود، قد خیلی بلندی داشت، خودش معلومه سنش خیلی بیشتر، کاملا مشهود بود که او مأمور قتل این باباست، یعنی اینکه رو سرش وایساده زنه و بسیار از سوالات که من ازش کردم عصبانی شد. اون خانومی اصلا پیرون بود ولی بسیار عصبانی شد، سریع اومد برنامه رو قطع کرد و باید بریم الان دیگه نمیتونی شما حرف بزنی. اوسط برنامه کشیدش بردش. این هم خاطرات ماست از آقای زلمی خلیزاد که بعدها سفیر ویژه جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا و نیز حامد کرزای رئیس جمهور کنونی افغانستان در پذیرایی از طالبان و مذاکرات با سیاستمداران آمریکایی نقشه اساسی داشته. اولین اشتباه استراتژیک آمریکا در حمله به افغانستان این بود که طالبان را به دو گروه مستقل، یعنی طالبان پاکستان و طالبان افغانستان، تقسیم کرد. از آنجایی که پاکستان در آن زمان به عنوان همپیمان آمریکا در جنگ علیه تروریسم القاعده و طالبان معرفی شده بود، نمی توانست حمله ای به پایگاه های اصلی طالبان که در پاکستان بود انجام دهد. در این صورت می بایست جنگ را از پاکستان برای علیه طالبان شروع می کرد. آمریکا جنگ علیه طالبان را در داخل افغانستان برای طالبان و القاعده پرداخت. از این رو مراکز اصلی طالبان در داخل پاکستان مورد حمله قرار نگرفتند. رهبران و فرماندهان مهم طالبان توانستند به داخل پاکستان متواری شوند. در طول سالهای آینده در کنار همرزمان داخل پاکستان و با کمک پدران سیاسی و نظامی پاکستانی خود را تجدید سازمان دهند و از پاکستان به داخل افغانستان آمده و علیه نیروهای ناتو و آمریکا مبارزه کنند و دوباره به پناهگاه‌های خود در پاکستان برگردند. این بزرگترین اشتباه استراتژیک نظامی آمریکا بود که مبارزه را در مرکز آموزشی نظامی و لوجستیکی طالبان در پاکستان انجام ندادند و تمام نیروی خود را در داخل افغانستان متمرکز کردند. خب چطور میتونی آمریکا چنین اشتباه عظیمی را انجام بده؟ در حالی که آمریکا در زمان جنگ سرد
حامی دیکتاتوری نظامی پاکستان ضیاءالحق در جنگ علیه نیروهای شوروی در افغانستان بود و شرایط را به خوبی میشناخت. میگه به نظر من دو عامل مهم باعث شدن که آمریکا چنین خطای مهمی را انجام ده. عامل اول این که کشور پاکستان یک قدرت اتمیه. عامل دوم این که آمریکا به حرفای رهبران پاکستان یعنی پرویز مشرف اعتماد کرد و فهمی کرد که ارتش پاکستان خودش نیروی طالبان را در آن کشور سرکوب و نابود خواهد کرد و پناهگاه های القاعده را برخواهد چید. این جز فریبی از جانب رهبران پاکستان نبود. بوش شدیداً فریب قولهای پرویز مشرف را خورده بود و چندین بار ادعا کرد زمانی که او به چشمهای مشرف می نگرد صداقت از آنها می بارد. جورج بوش ببینید سازمانهای جاسوسی سیاه باید می‌دانستند که استفاده از نیروهای رادیکال اسلامی در پاکستان یک استراتژی دیرین در مبارزه با هندوستان در کشمیر و مبارزه در افغانستان به خاطر منافع پاکستان بوده و هست. استفاده ابزاری ارتش و دولت پاکستان از آنها به طور مثال از لشکر طیبه پاکستانی یا طالبان و در سابق نیروهای مجاهدین افغانستان بخشی از استراتژی نظامی پاکستان تا امروز است و پاکستان به سادگی دست از این استراتژی بر نمی‌دارد. برای بقای همین استراتژی و نجات نیروهای رادیکال لتربیت شده توسط ISI پاکستان، پرویز مشرف در روزهای اول امری آمریکا به افغانستان ترفندی به بوش زد و با فریب بوش قادر شد بخش عظیمی از نیروهای ارتش پاکستان و نیروهای طالبان که در بین آنها عده‌ای از فرماندهان القاعده نیز وجود داشتند را در شمال افغانستان نجات داد. همطور که می‌دانیم 7 اکتبر 2001 حمله آمریکا به افغانستان شروع شد. یکی از پایگاه‌های دولت طالبان در شمال افغانستان در شهر کندور بود. در شهر کندور در کنار نیروهای طالبان عده‌ای از نیروهای القاعده به رهبری افسران پاکستانی بر علیه نیروهای وحدت شمال که در آن زمان احمد شاه مسعود رهبر آن بود می‌جنگید. اکنون با شروع جنگ وحدت شمال آماده حمله به شهر کندوز بودند که در این صورت نه تنها صدها افسر پاکستانی در آنجا توسط نیروهای وحدت شمال دستگیر و در اختیار آمریکا قرار می گرفتند بلکه هزارها جنگجوی طالبان و القاعده گرفتار می شد. مشرف برای نجات جان افسران پاکستانی از بوش خواست که حمله به کندوز را چند شبی به عقب اندازد تا پاکستان قادر باشد با یک پل هوایی شبانه افسران خود را از کندوز به پاکستان منتقل کند. بوش به دام این فریب مشرف افتاد و ارتش پاکستان قادر شد در یک پل هوایی که ایجاد کرد نه تنها افسران بلکه عده زیادی از رهبران نظامی طالبان و جنگجویان القاعده را از افغانستان به پاکستان منتقل کرد. آنها توانستند به این ترتیب سازمان طالبان را در داخل پاکستان احیا کنند. همین اشتباه استراتژیک آمریکا، مبارزه نکردن با طالبان در داخل پاکستان، باعث شد که امروز طالبان قدرت زیادی در پاکستان و در افغانستان پیدا کرده و آمریکا با شکست نظامی در افغانستان روبروست. که ببینید صد این مطلب ادامه داره. یه ذره آب توشه این مطلب هم. به نظر من امشه خالص نگفته آقای مصطفی دانش، یه ذره آب توشه، برای اینکه از وسط راه نمیشه سوار شد، امکان نداره بتونی از وسط را سوار ماجرا بشی. این بعد از اول بایستی که داستان رو دنبال بکنی و اون این که ساختارها چه شکلی هست، اصلا این منطقه چه شکلی ساخته شده. الان این ماجرای سوریه به همین ساختاره ارتباط داره. خب میدونی که مثلا عراق و انگلیسی ها اداره میکردن، اصلا سوریه رو لبنان و فرانسوی ها اداره میکردن، افسر سرباز فرانسوی تو خیابون بود، حکومت هاشمی بود، ولی افسرهای انگلیسی بودن یا افسرهای اونجا فرانسوی بودن. ساختار از زیر
سنت قبیله. تا اینا شما فکر نکن اینا هم سنتشون سنت قبیله بوده. غربن سنتی سنت قبیله بوده، فکر نکن اینا مثلا یهو از زمین و هوا یهو جوشیدن یه چیز اینجوری اومدن بیرون. اینا هم همین شکل بودن. به همین مملکت مثلا اسکاندیناوی رو نگاه بکنی، چطور میشه که سوئدیا بلند میشن میرن سراغ برنادت معاون ناپلون ازش خواهش میکنن آقا شما بیا شاه مملکت ما بشو؟ چرا این همچی کاری میکنن؟ قبیله این قبیله واکینگ با اون یکی قبیله واکینگ دعواشون میشه. دانمارکی‌ها تا نصف سوئد رو در اختیار میگرفتن، گاهن میرفتن تو شمال، دعواشون میشد برمیگشتن، قبیله بودن دیگه. این ماجراها در زمانی که در انقلاب دو تا انقلابا شک گرفت، در ایران ما هم جرقه زد ولی خاموش شد، نف نداشت به گور بگیره. در اونجا این ماجرای خود انقلاب فرانسه هم اینجور نیست که مثل شب خوابیدن مدرس و بلنش یا همه انقلابی شده. او هزار سال ماجرای حکومت کلیسا داری، جنگای صلیبی داری، اینوریا تصادفاً قبیله اینوریا یعنی مسلمونا تفوق داشتن بر قبیله اونوریا، یریچری ها می رفتن آدم ها رو پیدا می کردن. حکومت عثمانی ها، عثمانی ها بزرگ بودن، شمال آفریقا و عمر رو در اختیار خودشون داشتن. همینا باعث شدن که از اون ور اونا انگلیسی ها برادران شرلی رو فرستادن به داخل ایران، بدن بریم به اینا تفنگ بدیم. چرا اون اومدن به اینا تفنگ دادن؟ اینا تجهیز کردن در مقابل دولت روسیه، یه جبهه دیگه این و براش باز کرد. چطوری میشه که یه آدمی مثلا شاه اسماعیل 18 سالشه شمشیر میکشه میاد میره فرمانده میشه، با بزرگش شیخ صفی الدین یه سنی مذهبه، مفتی سنی است، چطوری میشه پسر یه مدعی شیعه میشه و شیعیان علوی ها؟ چجوری همچه اتفاقی میفته؟ و با شمشیر حکم میکنه، همه رو میکنه شیعه. سر کوموها که نمیتونستن از کوها عبور کنن، شما نگاه کنید اطراف ایران، این همه فلات اون جایی که صاف است و میشده است و فلان، این شمشیر زده رفته و وسط ها رو همه رو گرفته، دور تا دور که کوه بوده نتونسته، سنی جا مونده. اون بر کوها سنی هن، تو دشتا همه شیعه هن. اینا این غرب هم از همین تونل رد شد، ولی چراغ انداختن بر تاریخانه اشباح، روشن کردن. ما از این نعمت محرومیم. چراغ کشای ما یکی مثل ابراهیم نووی مثلا، این اوباشی هن که اینجا وجود دارن. اوباش در جهت تبلیغ میکنه، الان همینجوری تبلیغ میکنه، یه رخوتی در جامعه ایجاد میکنه، اون شور در جامعه ایجاد میکرد، تحول در جامعه روشن میکرد در جامعه. این یکی تلاش میکنه که بزنه تو سرت، بکوبتت، خلاه خرچ لایه. نه آقا هم چیزی نیستش، کی گوی هم چرف، من لیاقتم آقای فلانی نیست. نمیدونم شما لیاقت آقای خامنه ایه؟ شما لیاقت رئیس مملکت دیگه که مثل یه قاتلی، یه جانی جنایتکار، اینه جانی یعنی جنایتکارم بابا، مثل حسن روحانیه، مثل اکبر هاشمیه،
ماجرای ترور اول انقلاب ماجرای ترور ناموسی بوده دیگه. افتادن سراغ افق خانم پاسدارا، آج آقا در اومده تو دیده اسلحه کشته، افق خانم پیده و وسط تیر در رفته و خودو تو شکم آج آقا. اینا از این قبیله برای چی میاره میگه فراموشش کن؟ چرا با اون مجید محمدی درگیر میشه؟ برای که مجید محمدی هم یه آدمیه مثل با هم رفتن همون مدرسه درس خوندن. طلبه بودن دیگه، اینا شش هفتایی طلبه بودن، هر کدومشون از یه راهی وارد شدن. بشنو. آلان سیاسی در ایران اعتراض کرده و رژیم جمهوری اسلامی ایران را به ادامه روش‌های غیر انسانی و ضد حقوق بشری متهم کرده. در متن نامه محمد ملکی که در اوایل بهمن ماه منتشر شده آمده است که حشمت الله تبرزدی، احمد زیدآبادی و علی رشیدی بعد از یک دوره مرخصی دوباره به زندان منتقل شده اند. محمد مصطفی وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی در نروژ درباره نامه دکتر محمد ملکی میگوید. آقای دکتر ملکی خب از چهره‌های علمی کشور ایران هستند و خب اولین رئیس دانشگاه تهران بودند و پست‌های مختلفی هم داشتند. نامه‌ای که ایشون نوشتن اولین نامه‌ای نبود که حالا نوشته شده. نامه‌های دیگری هم توسط فعالین اجتماعی سیاسی دیگری هم به آقای روحانی نوشته شده، مبنی بر اینکه وضعیت زندانیان سیاسی بهتر از گذشته باشه و به شعارهایی که داده شده توسط آقای روحانی عمل بشه. اما موضوعی که به نظر من از لحاظ حقوقی مهم هست این که اون چه که در انتخابات ایران مطرح می شود به عنوان شعارهایی که رئیس جمهور عنوان می کنه، مطمئنن به دلیل این که خب تصمیم گیرنده اصلی افراد دیگری هستند و قدرتی که در حال حاضر حاکم هست خب در ید رهبری سپاه و نیروهای امنیتی است و بخشی از قوه قضاییه رو هم نیروهای امنیتی در دست دارد. به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که رئیس جمهور به شعارهایی که میدهد عمل بکند. اما رئیس جمهور به عنوان دومین فردی که در قانون اساسی از رتبه های خاصی برخوردار هست و اختیار این رو دارد که بتواند کارهای بسیار مثبتی انجام دهد و از همه مهمتر مجری قانون اساسی است، میتواند از امکاناتی که دارد استفاده کند برای اینکه فضای امنیتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد و کاهش بدهد. و یکی از کارهایی که میباید انجام بشه همین وضعیت زندانی‌های سیاسی است که متاسفانه ما میبینیم که همچنان هم نامناسب هست و اینکه خب خیلی از زندانی‌های سیاسی باز هم بازداشت می‌شوند، تعدادی از آنها مرخصی می‌گیرند و خب با اینکه هیچ خطری ندارند و اینکه از حقوقی که دارن می‌بایست بر اساس قانون استفاده بکنند استفاده نمی‌کنند و مجدداً به زندان انداخته می‌شوند. چیزی که مهم هست این هستش که اگر آقای روحانی بخواهد میتواند با فشارهایی که بر دستگاه‌های امنیتی و همچنین قوه قضاییه میآورد و ارتباطاتی که در حال حاضر دارد استفاده بکند تا اینکه وضعیت رو به بهبودی ببره. میشه اشاره بکنین که وقت آقای روحانی به اندازه کافی صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد زندانیان سیاسی را نداره، پشت پرده چه کسانی به طور واقعی از این صلاحیت برخوردار هستند؟ کسانی که از صلاحیت برخوردار هستند به طور حتم دستگاه قضاییه جمهوری اسلامیه که
در خب بالاترین مقامش آقای لاریجانی هست، رئیس قوه قضاییه. این صلاحیت رو داره که به نوعی از امکاناتی که داره استفاده بکنه تا مسئله زندانی سیاسی رو حل بکنه. اما متاسفانه بخشی از قوه قضاییه در دست نیروهای امنیتی است و این نیروهای امنیتی اجازه نمیدن که آقای لاریجانی از صلاحیت خودش استفاده بکنه و از امکاناتش استفاده بکنه برای اینکه زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه. آقای مصطفی، شما فکر میکنین که در چارچوب توافقهای اتمی ایران با غرب موضوع حقوق بشر میتونست در چارچوب قوانین بین المللی در مذاکرات دو جانبه هم مد نظر گرفته شود و در بارش صحبت شود؟ من بارها به این نکته اشاره کردم که مسئله حقوق بشر به نظر ما و به نظر خیلی از فعالین حقوق بشر و حتی سیاسیون در اولویت قرار داره، به این صورت که اگر که ما در گفتگوهای و مذاکراتی رو که میبینیم اگر این نتیجه حاصل شود که مسئله هسته‌ای ما حل بشود و مسئله حقوق بشر حل نشود، باز هم ما با همون بحران‌های گذشته مواجه هستیم. به نظر من بحث مسئله هسته‌ای میبایست در درجه دوم قرار میگرفت، هرچند در حال حاضر در اولویت قرار گرفته و متاسفانه من در هیچ جایی نمیبینم، نمیخوانم و نمیشنوم که در رابطه با موضوعات حقوق بشری کوچکترین صحبتی در مذاکرات بشود که این جای تأسف داره. آقای محمد مصطفی، حقوق بشر ایرانی در نروژ چی میگه؟ آقای مصطفی ما که نفهمیدم چی میگه، اومد دیسکردیت کرد محمد ملکی رو. این مهم نی اینا انقدر نوشتن؟ آقای مصطفی، آقای مصطفی شما یه وکیل پارپوره جمهوری اسلامی هستی، از اونجا مدرک گرفتی، وکیل سر ماجرای سکینه آشتیانی، اون کیان بیچاره یادش بخیر، آقای مهندس صمد جانفشان که اینجا برنامه کشاورزی داشت، او برای اولین بار برادرش به وسیله برادرش مطلع شده بود که کیان اونجا گیر کرده و چه آزار و شکنجه‌ای بهش دادن. این یکی اومده اینجا بر خودش و دخالت میکنه، اول روانه من با رضا پهلوی، بعد من این کارا چی میکنی؟ ها برای دنیای غرب منفعتش اونه که ایران رو وادار کنه که به سلاح اتمی دسترسی پیدا نکنه، پولاش رو هم ازش گرفته، حالا هم دوباره داره بهش میگه که آقا پولاتو بده، این صنایع آب سنگین رو تو هم کنم آب سبک فیل بده به قول یارو، پیل 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 بده، من اونو برات درست میکنم. چیکار داره به بقیه داستان؟ اونا همواره از عصر فتلیشا ایرانی پارپوره میخوان، ایرانی ضعیف میخوان که بتونن بچاپن و ببرن و بخورن. اونا ایران قوی نمیخوان که، اون موضوعش نیست اصلا که بیاد برای تو این کار رو بکنه که. این موضوع منه، موضوع توه، به جای که اینو بزرگ کنی پشت سر شوایسی، صحنه اصلی نبرد داخل ایرانه، تو تهرونه، از اونجا شروع میشه گسترش، باید بدی به همه شهرها. هیچی این نامه زیاد نوشتم، بی خودی نوشته، رئیس دانشگاه بوده، این همون یارو شیر آبه است که واضح نمیفهمیم از کجا میخوریم، این همون است. یه آدمایی که نه صلاحیت دارن نه ظرفیت دارن میچرخن برای خوش. اون طرحش در کلن بود که چی کنیم، تیکه تیکه ای بریم برای اعدام، بایسه صاف بایسه بگو اعدام نه.
یادش بخیر منصور حکمت از کمونیست کارگری، او اول خیلی محکم این داستان رو تعریف کرد. بفهمید شما. آقای بهبانی. دونم عزیزم. آقا سلام عرض کردم، منصورم، حالتون چطوره؟ ممنونم آقای منصور، بفهمید. آقا من دو تا مطلب رو میخوام حقیقتش باز این میگم نظر خود. ببین وقتی ما صحبت یه مملکت رو اولا میکنیم، یعنی میگم که همین رو کنیم، یا یه ملت رو، هیچ وقت صحبت 100% نیست، یعنی صحبت اکثریت و اقلیته. چرا اینو میگم؟ یعنی اینکه وقتی مثلا ما میگیم الان در مملکت این میگذره، خب ممکنه یکی بیاد مثال بزنه بگه خب هستن کسایی که تو زندان هست، حشمت الله توزری، این یکی اون یکی، بعد هستن اونا در اقلیت هستن، در اکثریت نیستن. ببینید من فکر میکنم که مملکت ما امروز ایران زمین، حقیقتش بخواهی این نظر من، من فکر میکنم اینجا تبدیل شده مثل آقا یه جنگلیه که همه میخوان ازش بدوزن. یعنی میگم همه، ببین طبقات داره، درسته؟ یعنی اونی که تو درجه بالا بستاده، همه آقا دنبال، ببین کسی نیست، مثلا یارو ممکنه فقالیه، اون میدونه که رهبر دزده، دولت نظام دزده، همه اینا دزدن. متاسفانه اوضاع به جای این که حالا یا فرهنگی یا هرچیه بیاد با این چیز کنه، این هم افتاده دنبال دوستی، میگه خب ببین اون که از بالا داره میخوره، اون که دوسته داره میدوسته، حالا بذار ببینم من چی میتونم به دوستم. به قول معروف چی میگفتن نمیدونم، حالا تو ایرانه خود دوست داری، اونم اونجا یارو میلیاردی، اون آقای اون یکی هم میلیارد ها میدوسته، این یکی هم نخود میدوسته، مثلا اینجوری. من فکر میکنم اوضاع مملکت آقا به اینجا رسیده که همه تو فکر اینن که چطوری یه جوری این مملکت رو بچاپن و به مقصد برسن. به قول معروف حالا هر کی به توانایی خودش، به قدرت خودش، به اوضاع و احوالی که داره اونجوری، یه یکی میره صد میلیون میدوزه، این یکی میره مون رو برنج میدوزه، اونطوریه اوضاع. این یک. این دو که آقای بهبانی مهمتر از این، ببینید من واقعا یعنی اینو دوستانه در چیز میذارم، یعنی ببینید ما خب خبرها رو میشنم، درسته؟ شما هم میدونی، من هم میدونم، همه چی چه خبره، چیه، چه جوریه، داستان چیه، چه میگذرد. واسه من خیلی جالبه که حقانه، ببینید مثلا اینه که چی میگن، مثلا یکی بیاد بپرسه که آقا تو فکر میکنی این مملکت رو با این اوضاع و احوال واقعا قابل، یعنی نجات هست؟ ببین من صحبت رضا پهلوی یا کی بیاد کی نیاد کی بره چجوری رو نمیگم، من عمق فساد و صدمه‌ای که به این مملکت، به این جامعه، به این ملت، به این فرهنگ زده شده رو دارم میگم. خب در کلیتش، در واقعیتش، آن چیزی که هست، خب آن چیزی که هست. نتیجه بگی آقای منصور، من نفهمیدم شما. من نتیجه هم همینه، من خب نتیجه هم اینه که آیا واقعا این مملکت بعد از 35 سال در موقعیتی که قرار گرفته قابل نجات هست؟ حقانه من دارم اینو میپرسم، نه این که امید داشته باشی که آه چه خوب میشه نجاتش بدی، چه عالی میشه فلانش کنی، با اوضاعی که هست. بسیار ممنونم آقای منظور، متوجه شدم. مرسی آقا من. این همونه که به نتیجهی که میخواست دستگاه برسه رسیده. یعنی آقای منصور رو اگه شما نگاه بکنی تیکه تیکه و یه روزی یه کسی
بتواند صحبت‌های آقای منصور رو که همه ما آرشیو داریم، البته حالا کی این کارو بکنه، ولی تعهدش بعد دور هم دیگه بچینی یک کتابه. از اونجایی که میگه برو بزن آقا چرا وایسادی مثل نکو چاقو بکش آتیشش بزن اینا، تا به این نقطه امروز که میگه اصلا میگه میشه کاری کرد؟ امکان کاری هست؟ کی موفق شده؟ آقا منصور موفق شده؟ آقای منصور، سعید بهبهانی، پروانه، معصوم، شاید همه مردم شهر خواستشون، پایگاهشون اینه که این نظام رو نمیخواهن، شرایط رو میفهمه. چطور میشه که به این نقطه میرسه؟ اینجوری یواش 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 میارتش سر اینجا. دیدی تو این اتوبان میری بعد از این قیفا میذارن همجوری یواش 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 قیف میذارن، شما داری با سرعت میای، یهو میبینی یه جا متوجه میشی تو یه کانال یه جاده دیگه داری میری، همینجوری قیف سرعت میچینه. از این نامه ها که زیاد نوشتن وایسا، برای اینکه نداره، اونو نداره، خب بینش نداره، دانش نداره، این کاره نیست بابا. یه وکیل دست هشت دادگستری در یه شرایطی در رفته اومده اینجا، زنرچه وجه فرار کرده اومده اینجا، نه مثل کیان تو تبریز وایس پدرش در بیاد تیکه تیکش کنه. نمیگم همه باید برن تیگم، هر آدمی یه ظرفیتی داره، اما ولی اگر تمام داستان توی اما ولی اگر هست، دانش می نویسه اما ساختار اصلی رو نمی نویسه. اصلا ایالت پاکستان یعنی چی؟ یعنی استان پاکان، اینا پاکن، اینا مسلمونن پاکن، اونا هندوان نجستن. هرچی بهش گفتن نکن، به نهرو گفتن نکن، گفت نمی کنم. رفیقش گاندی گفت نکن، گفت نه باید بکنی. بعد ماجرای جنگ سرده، بعد ماجرای یاروه، بعد اون داستان همون سعید رمضانه، آقا اینا رو ما رو حمایت کن، ما از اونی که از بعد تولد بچه در گوشش میگیم تا سنگ لحدی که زیر سرش میزنیم تو قبرسون، این با آخون کار داره، ما بهش میگیم حرف ما رو میشنوه. جلال العلمه این از این در وارد میشه. از اینجا میخوری؟ از کجا میخوری؟ از اینجا. چه جوری میشه که اون آدمی که بگو بزن و بکش حالا میگه میشه اصلا؟ ای بابا، چه جوری تخم یأس رو میپاشه؟ یه همون عصر چیه؟ همون عصر مرد است، زمستانه، هوا بس ناجوان مردان سخت است و سرها در گریبان است و سلامت را پاسخ نمیگوید، دستی بر نمیارد. همونه، همون همونه، یه همون ماجراست. هوا بس ناجوامردانه سرد است و دستتم پاسخ نمیدهد، سلامتم پاسخ نمیگوید. همین 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 همی. یه نکته فقط من میخوام بگم، تمام تلاشم اینه که این نقطه رو برسونم که آقا تمام این ممالک پیشرفته از همین تونل رد شدن. تفاوتشون با ما در این است که روشنگرانشون نگو همین حالا این نامه زیاد نوشتن، خیلی این نامه نشتن اینجور نگفت،
ایستاده. فستقم کما امرت، ایستاده دنبال داستانه رفته، حرکت کرده، یه نخو گرفته، همین نخه رو ادامه داده. آقای پسرشو کشته. آقا شما چرا اصلا نمیفهمی این قصه رو؟ چرا اصلا بهش گوش نمیدی؟ رفته اهواز و برگشته، فعالان عرب و مدافعان حقوق بشر میگوین که ماموران امنیتی و اعضای خانواده هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو زندانی عرب اهوازی که از مدتها پیش از آنها خبری در دست نبود، گفتن که این دو زندانی اعدام شدن. جزئیات زمان دقیق این اعدام این دو نفر و محل دفن آنها منتشر نشد. جلو پای این یارو سرشو بریدن، جلو پای روحانی سر اینا رو بریدن. سیزده گروه فعال در زمینه حقوق بشر را هفته گذشته با صدور بیانیه از سرنوشت مبهم آقای شعبانی و آقای راشدی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده بود که این دو نفر روز 16 آذر 92 از زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل شدند. آقای شعبانی و آقای راشدی ساکن رامشیر و آموزگار بودند. بدبخت. آموزگار روستا. شریف در این طبقه جامعه، شریف در این طبقه جامعه، آموزگار روستا. آنها به راه محمد علی اموری نژاد، جابر آلبوشو و مختار آلبوشو که به اتهام محاربه با خدا، افساد فلعص، تبریق علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شد. فعالان حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشر میگویند که این دو از بنیانگذاران یک سازمان فرهنگی به نام الحوار یا گفتگو بودند که در سال 2010 تأسیس شد. گفتگو بودیم حرف بزنیم، نبودیم اسلحه بکشیم، که به جرم اینکه بیا گفتگو کنیم یارو گرفتن اعدامش کرد. گفتگو کنیم؟ پس خدا نیست، پس تو محاربی، پس تو ضد خدایی. ما نماینده خدایی، ما هرچی میگیم حرف خدا است. تو میخوای با خدا بیه بس کنی، گفتگو کنی با خدا، ادامت میکنی. اینه باید دنبال کنه. وظیفه این آقای پولانی پناهنده نروژی ما، مصطفاییم، محمد آقای ما، باید اینو دنبال کنه. نه بگه این نماز یاد نشتن. دردت اینه، از اینجا میخوری. یه آدمی مثل منصورو که میگه بزن و بکش و سرشو ببر، میرسونه به اینجا. اینجوری خیلی آسون، هیچ کاری نداره. اون یکی رو میفرسته، اون رزل قواد رو میفرسته، میگه فحش کنی، فحش کنی، فحش کنی اون رو، فحشش کنی، حالا حالا فحش کنی. اون صدای شریحش فحش کنی، حالا اونن تنش شده، نیسته، سر یه دونش وامسته، از یه جا شروع میکنه، همون خط رو میگیره، ادامه میده. پتکو با یه ضرب آهن در یه نقطه به کوبی دیوار میخواد. پتکو یکی اینجا بزنی، یکی اونجا بزنی، یکی بالا بزنی، یکی پایین بزنی، یکی شل بزنی، یکی سفت بزنی، خودتو خسته کردی. ما همین کارو میکنه، خستت کرد. روز و روزگار به همه شما خوش. آرزو میکنم که اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. درنگ کوتاهی میکنیم و امیدواریم بتونیم ارتباطمون رو با آقای دکتر نوری‌علا برقرار کنیم. متشکرم.